سرخط تازه‌ترین و مهمترین خبرها، پلان مستقرسازی طالبان در اندراب، کشون کشی به پنجشیر و همچنان در پایان امکان قتل مرا برادر قوی است. با نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیو های جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان رزاق مامون در روی وبلاگ خود چینی نگاشته است. امکان قتل مرا برادر قوی است. برگردان موازنه مسالمت آمیز بین حقانی ها و گروه ملا برادر دیگر محال است. ملا برادر رهبر اعزازی از سوی خلیلزاد است و با هواپیمای نظامی راست از دوحه به قندهار نشست کرد. دل ISI هول بست و خون حقانی های احزازی ISI را به جوش آورد. طالبان قطری پهلو نشینان آمریکا اند و آمریکا دیگر رفته است. صفات طالبان قطری هرچند کم رنگ تر مشابه به صفات اشرف غنی است که هر دو دست پخت آمریکا شمرده می شوند. از نظر فیض حمید که رهبری طالبان را در دست دارد، طالبان قطری در آینده مایه درد سر می شود. نیروهای اصلی و بومی شبکه مرگ و ترور حقانی است که بالفعل تنابشان در دست پاکستان است. ملا برادر علی ظاهر نزد خلیل الرحمن حقانی اما در واقع به نام و مصلحت فیض حمید زندانی است و متن سفارشی را که به زور او را بر خواندنش مقابل دوربین واداشتند نشان میداد که ملا برادر در سخت اهانت شده و حتی ضرب و شتم شده بود. اکنون آزاد کردن وی از زندان برای حقانی ها به مصلحت نیست. اگر آزاد شود همه رازها را بروز می دهد که بر وی چه گذشته بود و علیزایی ها از وی چی می خواستند. اگر او را تحت حفظ یا حصر خانگی نگه دارند، از نظر سیاسی یک رسوایی تمام عیار است. پس چی خواهد شد؟ امکان حذف فیزیکی ملا برادر وجود دارد. گزارشنامه افغانستان رزاق مامون. در همین حال پلان مستقرسازی طالبان در اندراب، کشون کشی به پنجشیر، رخنه و نفوذ برخی نفرات داعش و طالبان در پنجشیر آغاز شده است. گزارشنامه افغانستان رزاق مامون در پست دیگر. اطلاعات امنیتی به گزارشنامه افغانستان مشعر است که ارک با آوردن تغییر در استراتژیکی خیش برنامه دارد تا منطقه راهبردی اندراب را توسط مسعود اندرابی خلع سلا کند. منطقه راهبردی اندراب هدف اصلی نقشه، نفوذ دادن شبکه های تروریستی داعش و طالب به داخل وادی پنجشیر است. برای تقرب به این هدف ایجاد قرارگاه های امن برای داعش و طالب در اندراب در نظر گرفته شدند. این پلتفرم ظرف 19 سال اخیر با شکست روبرو بوده است. اکنون در آستانه تحویل دهی قدرت به طالبان، فلج کردن بستره های مقاومت علیه طالبان در نزدیکی های کابل شامل پلان است. شاخص های تغییر استراتژی آن است که از طریق بغلان، ولسوالی اندراب، تگاب و نجراب و ولایت لغمان و نورستان و کران و منجان بدخشان برای مفارزه های طالبان را باز کنند تا وضعیت برای سلطه بر پنجشیر و مرور فراهم آید. پیش بینی قوای خارجی و متحدان طالب در داخل دولت این است که بعد از ورود هزاران طالب مسلح به کابل، مناطق پیش گفته مایه تشویش و نقطه خطر برای طالبان خواهند بود. گزارشنامه افغانستان قبلا از نقشه جهاد در پنجشیر به اثر پویایی های جدی محمد حنیف ادمر در ماه سرطان خبر داده بود که یک شخصیت پنجشیری به همیاری جنرال بهروز درباره ایجاد وضع الجیش جدید در پنجشیر مشورت های انجام داده بود. بر اساس ملحوظات جدید، پنجشیر تحت هیچ شرطی نباید دوباره به سنگرگاه مقاومت سیاسی مبدل گردد. از همین اکنون کار بالای همه مسیرهای منتهی به پنجشیر در جریان است
و یک مسیر عمده همانا شهرستان اندراب است که تا مفرزه های بزرگ طالبان باید در آنجا مستقر گردند تا زمینه بر رخنه های بالای کتل خواباک و پنشیر فراهم شود. گزارشنامه افغانستان ادعا یافته است که همزمان جاده کشی های مرموز به سوی پنشیر از سوی یک مؤسسه خارجی تحت نام فعالیت های ماینروپی تشدید یافته است. جاده سازی های کوتاه در این مسیر های دخول دستجات مسلح به داخل پنشیر با شمار می رود. در کل پلان ضربزنی و غافلگیرانه به پنشیر به وسیله طالبان و هسته فعالین آنان در ارگ در دستور کار قرار است. خطر نقد این است که شماری از جوانان در پنشیر نیز به داعش و طالبان روابط برقرار کردند و یک نمیچه ملا در دره و دیگر در آستانه کلان مستقیم با داعش کار می کنند. این در حالی است که اخیراً یک گروه از طالبان و داعش نیز از زندان رها شدند، در پنشیر پراگنده گشته اند. در همین حال قوای مقاومت بدون جنگ افسرده می شود. طالبان و پاکستانی در پنشیر 22 قرارگاه جنگی در 22 دره های فرعی پنشیر ایجاد کردند. شاید مطمئن هستند که پایگاه های جنگی در برابر هر نوع تعرض جنگجویان مقاومت استادگی خواهند کرد. اگر چنین فکر کرده باشند ساده لوحی است. تاریخ جنگ با شوروی نشان می دهند که شاید هر 22 قرارگاه به شکل یک زنجیره و یک سرنوشت دوچار شوند. دلیلش این است که عقب کشی نیروها در شرایط جنگی در پنشیر معادله استقبال از مرگ حتمی است. جنرالان پاکستانی شاید تجارب جنگی شوروی و نتایج آن را مطالبه کرده باشند که به چنین ساختار جنگی در پنشیر رضایت داده اند. زمستان پیش رو تعیین کننده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر میگذاریم. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد. تا دیدار دیگر بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید.